درسته. خب مبصری کلاس رو یکیمون به عهده میگیریم، احتمالا پاسش میدیم به میلاد یا نه خودم انجام میدم. از ادب بس امروزمون راجع به چرا رهبری شاهزاده رضا پهلوی، و بحث رو به ترتیب شروع میکنیم. هر کدوم از دوستان 3 دقیقه است و هر کدوم هم 3 تا 3 دقیقه صحبت میکنیم. از به ترتیب سن شروع بکنیم یا به ترتیب سنی بودن شروع بکنیم؟ به ترتیب سن شروع بکنیم از بابک جان. درود و عرض ادب خدمت همتون. البته ارفان جان ذکر نکردن که شما از سن ما سمه کمتره نفر اول شدن. خدمت همه هموطنان سپاسگزاریم که ما رو دنبال میکنن در این برنامه. ویژگی های متعددی برای یک رهبر وجود داره، و وقتی که ما از این منظر به قضایا نگاه میکنیم، به خصوص شرایط بسیار خاصی که کشور ما قرار داره، متوجه میشیم که چقدر امکان ریسک پذیری برای یک کشور مثل ایران کم هست یا اصلا وجود نداره، و چرا ما نیاز داریم اتفاقا این خصوصیات بسیار بیشتر رو حتما در رهبری جستجو بکنیم که بتونه ما رو به اون ساحل امنمون برسونه. وقتی از این قضیه، از این منظر به قضیه نگاه کنیم، جدا از این که شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج و تخت ایران هستند، جدای از این که دستاوردهای خاندان پهلوی اعتبار زیادی به ایشون میده، جدای از این که عملکرد خود ایشون از لحاظ وارث تاج و تخت الان چگونه بوده، دو وقتی به دنبال اون ویژگی ها میگردیم میبینیم اتفاقا اون ویژگی ها در شخص ایشون وجود داره که در طول صحبت ها من به اونها اشاره خواهم کرد. در یک مورد خیلی خاص شما من میخوام ذکر بکنم. یکی از مهمترین مسائلی که ما نیاز داریم به عنوان یک ملت نگرانش بشیم این هستش که اون شخصی رو که به عنوان رهبرمون انتخاب میکنیم چگونه میتونه منافع ملی ما رو در خارج از کشور، در برابر قدرت‌های خارجی، در برابر کشورهای همسایه و غیر همسایه چگونه رهبری بکنه و چگونه این نمایندگی رو به بهترین شکل ممکن انجام بده. وقتی از این منظر نگاه میکنیم، من فقط به یک قضیه، یک مورد خیلی کوچک اون اشاره میکنم، و اون سفری بودش که چندی پیششون در اروپا داشتن و اون آقای برنارد لوی تقاضا کردن با ایشون ملاقات بکنن و ایشون نپذیرفتن. همین رو مقایسه بکنید با عملکرد افراد دیگه که ادعای رهبری داشتن یا به دنبال رهبری شورایی و مشترک میگشتن، و ببینید اینا چگونه خودشون رو در دامان یک اجنبی مینداختن فقط به خاطر اینکه دیده بشن، و چگونه ایشون به خاطر منافع ملی به هیچ عنوان حاضر نبودن به یک اجنبی که متاسفانه ایشون سابقه بسیار بدی هم در بقای چندین حداقل یک دهه دو دهه گذشته در خاورمیانه داشتن و در شمال آفریقا، حاضر نشدن با این شخص ملاقات بکنن. این یک نکته هست و من در قسمت دوم صحبت هم حتما به اونها اشاره میکنم. من میکروفون رو میدم به برادر بزرگترم عرفان گرامی. نه من پاس میدم به میلاد. میلاد از من 6 ماه بزرگتره. میلاد جان. خب درود بر همگی شما دوستان و یاران گرامی، فهید، عرفان و بابک ارجمند. خیلی خوشحالم که دوباره در کنارم هستیم. خیلی صحبت کلیدیه که چرا پهلوی بر رهبر انقلاب ملیه. نخستین قضیهش اینه که حقانیت داره. یعنی شما در هر جای ایران بپرسی که رهبری این انقلاب حق کیه، حکومت در ایران حق کیه، یعنی به زبانی که حالا تو حقوقی امروز ایران میگن مشروعیت، انگلیسی میگن لجیتیمیسی، یعنی کی حقشه، شما کت و تن کی میبینی، میگن پهلوی. این عبارت پهلوی پسر شاه، این شما همه جای ایران میتونی بشنوی، از تهران گرفته تا روستاهای خیلی دور و نزدیک. و یه مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که از اون دهدار، یک سرباز صفر لب مرز، تا وزیر و تا کسایی که یه کاره یه تکنوکرات هایی که چرخهای برق و آب و جای مختلف رو میگردونن توی امور اداری، اصلا همه اینا وقتی قبول دارن که کتن کیه و ما قبول میکنیم، یعنی پهلوی، این یعنی حقانیت. بنابراین این از چی جلوگیری میکنه؟ از پدیده خلأ قدرت. یعنی خلأ قدرت یعنی چی؟ یعنی من اونی که میاد قبول ندارم، من رحمت
اون یکی میگه رهبر منم، اون یکی میگه رهبر تویی، یه خانم دیوانه هستش میگه که رهبر منم رهبر تویی. خب این دقیقا داره دامن میزنه به قضیه خلأ قدرت، میخواد که چند رهبری به وجود بیاد، چندین کانون به وجود بیاد و اینا هیچ کدوم اقتدار اجتماعی لازم برای شکستن جمهوری اسلامی رو ندارن، یک جنازه نیمه جانی از جمهوری اسلامی باقی میذارن که اون هنوز نیروهای سپاهش وای میسه میجنگه، اینا هم وای میسن با اون میجنگن، کشور دست کی میفته؟ بازیگران و بازرگان جهانی و اونایی که دنبال غارت نفتن و این چیزای دیگه. و فرقی که اینجا دقیقا بابک اشاره کردش، فرقی که پهلوی داره با بقیه مدعیان دروغین و پوشالی رهبری و کسانی که این میان دامن میزنن به این حرفا، اینه که روابط با خارجی ها رو بعضیا به قیمت بازیچه شدن دست خارجی در نظر میگیرن، ولی پهلوی کسیه که روابط همسطح ایجاد میکنه، یعنی یه نیشن با یه نیشن، یه ملت با یه ملت دیگه در سطح برابر که ما یک منافعی داریم بر اساس فهم منافع ملیمون ارتباط برقرار میکنیم، نه بر اساس فهم منافع یه آدمی که یکی بچهش مرده، یکی داداش چش تو وزارت اطلاعات همکاری داره، ناشر کتاب بوده اونجا، غلطگیر بوده تو اونجا، کتابای خودش اونجا چاپ می‌شده، بعد برای برادری که زندان نرفته میره درخواست غرامت میکنه، برای مادر حزب اللهیش درخواست غرامت کرده. ببینید ما با این پدیده ها روبرویم. و یه مسئله خیلی مهمی که در دور بعد بخوام بگم، گروه های هدفی هستش که در هر کسانی که دای رهبری ما یا کسانی که هستن کی هستن، گروه های هدف دیگران، نهیلیست ها، آنارشیست ها، سرخورده ها، دیوانه ها، یا کسایی هستن که به هر حال همونایی که 57 هم یهو به سرشون زده بود دنبال هیجان هستن، اینا میان. ولی کسانی که داره ارزش هستن، مجموعی از ارزش ها، پرنسپ ها، اخلاقیات رو رعایت میکنن، ما با اونهایی که میتونیم بریم یه حکومت بسازیم، نه کسانی که همینطوری رهبر میان. بنابراین رهبری پهلوی از اینجایی که قدرت خودش رو نشون میده برای زدن زمین جمهوری اسلامی و ساختن اقتدار سیاسی بعدی بر روی اقتدار اجتماعی که همکنون داره. نفرت بعد که از من خیلی بزرگتره. نه یه دقیقه جریمه میشی وحید جان. درود و عرض ادب دوباره خدمت شما بزرگوارم و همچنین بینندگان عزیز این لایو اینستاگرامی. ببینیم من یه ذره میخوام عقبتر برگردم. اصطلاحا لزوم بحث رهبری خیلی مهمه، اینکه خب متاسفانه بحثایی در این چند وقت از اخیر ببینید یک سال اخیر شنیدیم در مورد حالا بحثایی به مانند رهبری شورایی و یا رهبر منم رهبر تویی که میلاد گرامی هم به درستی اشاره کردن، بارها ما این پرت و پلاها رو شنیدیم. ایرانی ها به عنوان کهن‌ترین ملت جهان در خیلی از مسائل همچنان به اون ارزش های کهن پایبندی دارن. یک مثال تاریخی میزنم برای اهمیت تمرکز انرژی در بحث رهبری. سلطان حسین صفوی، آخرین شاهی که حالا به شکل رسمی در دودمان صفوی بود، پایتخت به محمود افغان داد، به پشتونی که خب اون هم یکی از تیره های ایرانی، به هر دو دستی پایتخت رو تقدیم کرد و نشسته بود با آخوندهای دربار داشتن دعا میکردن. به فاصله چند سال، چند سال ها، نه مثلا چند ده سال، چند سال، نادرشاه بزرگ، شاهنشاه نادرشاه بزرگ، سه قدرت جهان رو در اون مقطع، روسیه و عثمانی و هند، رو به کارزار کشید. با روس ها نبرد مستقیم نداشت اما قدرتش رو بهشون تحمیل کرد، اما با دو قدرت دیگه عثمانی و هند نبرد داشت. همون مردم، همون سلاح جنگی، همون تکنولوژی، همون فرهنگ، همون هویت. یعنی تفاوت اون رهبر، بحث رهبری در اینجا برای ما با یک مثال تاریخی بسیار بسیار روشن میشه. حالا چرا ما باید بر تمرکز و داشتن بحث رهبری تاکید بکنیم؟ چون این اهمیتش از اینجا نشأت میگیره که هر حرکتی، هر خیزشی، هر انقلابی قطعا باید یک پیشانه داشته باشه. در موضوع یک سال اخیر هم ما این رو شاهد بودیم چطور تکه تکه کردن انرژی ها رو. یکی توی اون تلویزیون کذایی اینترنشنال اومد، نمیدونم، بحث محلات رو راه انداخت که بعدا مشخص شد کار خودشون بوده، یعنی رمضان پور
سردبیرش مشخصا خودش این پروژه رو داشت دنبال میکرد. مگه چهارشنبه سوریه 5 نفر جمع بشن تو محلشون یه آتیشی روشن کنن برگردن خونه هاشون؟ این اصطلاحا تیکه تیکه کردن یا بحث رهبری شورایی مزخرفی بیش نبود، باعث شد که انرژی ها هدر بره، تمرکز ایجاد نشه. اما ما باید تمرکز بکنیم بر یک گزینه روشن در جریان ملی. دو جریان فکری وجود داره با زیرشاخه‌های خاص خودشون، یکی جریان ایرانگراست، جریانی که منافع عالیه وطن براش اهمیت داره، جریان ایران، ایران محور، یکی هم که جریان ایران ستیزه. تو جریان ایرانگرا با هر زیرشاخه، جمهوری خواه باشه، پادشاهی خواه باشه، مشخصا نامدارترین، مورد وسوخترین، مورد اعتمادترین چهره شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد قانونی محمد رضا شاه پهلوی، و در بحث تمرکز و اصطلاحاً تجمیع قوا مطمئناً میتونه برای ما آلترناتیو مشخص و روشنی باشه. ببینیم بزرگواران، کلام پایانی در این بخش قبل از اینکه جریمه بشم، ما باید به این نکته توجه کنیم که باید چهره بیرونی داشته باشیم در خارج از کشور، و به همین دلیله که بحث وکالت دادن، بحث صدا زدن شاهزاده اهمیت داره. طرف خارجی و داخلی باید بدونه که با کی طرفه، و ما باید پشتیبانی روشن خودمون رو از شاهزاده اعلام بکنیم. در ادامه حالا بحثایی به این موضوع اضافه خواهم کرد. قبل از اینکه برگردم به بابک عزیز و ارجمند، دو تا نکته رو فکر میکنم دوستان شاید تو لابلای بحثا بهش اشاره بکنیم. بعد اینم اینه که چرا در این دوره گذار اهمیت شاهزاده رضا پهلوی درخشانتر میشه؟ چرا؟ چون مسئله گذار برای مردم مهمه، که مردم بعد در صندوق رأی تعیین میکنن کیو میخوان کیو نمیخوان. در دوران انتقالی هست که یک شخص باید مردم رو هدایت بکنه به اون سمت امنیت و ثباتی که هست. با یک تفنگچی امنیتی نمیاد، با یک دروغگو مثلا مثل حزب تروریست دموکرات کردستان ایران امروز توییت زده گفته شلماشی در شهریور سال فلان توسط شاه کشته شد، اما نمیگه که این شخص توسط یک قوچی و یک یاغی به اسم مصطفی بارزانی تیربارون شد به خاطر پول، که این رو به ساواک ارومیه جنازش رو تحویل بده پول بگیره. همین فهمی سادی. ما با همچین انسان‌هایی نمیتونیم ثبات امنیتی داشته باشیم، با انسان‌های دروغگو نمیتونیم به صندوق رأی و تمدن برسیم، بلکه به افرادی میتونیم این کار رو بسپاریم که دارای این هویت باشن. و برخی چهره‌ها هستن که صرفاً چهره‌های رسانه‌ای هستن، عقبه‌ای در داخل ایران ندارن، نفوذی، اعتباری، مشروعیتی، مقبولیتی، محبوبیتی در داخل ایران ندارن، صرفاً این افراد جیغ جلوی رسانه است که میلاد عزیز و وحید گرامی بهش اشاره کردن. میکروفون رو برمیگردونم به بابک ناظم. سپاس احمان جان. نکات جالبی یا هرسی شما عزیزان اشاره کردید، من از صحبت های میلاد آغاز میکنم. ببینید وقتی راجع به اقتدار و اعتبار اجتماعی صحبت میکنیم و اهمیت اون در دوران گذار، یک مسئله بسیار مهمی هستش. من قبلا هم به این قضیه اشاره کرده بودم. ببینید هیچ دولتی در هیچ بخشی از تاریخ جهان، در هیچ کجای جهان، به صرف داشتن دشمن داخلی سقوط نکرده، بلکه بخش هایی که از اون حکومت، از اون دولت، از اون نظام دارن حمایت میکنن، باید راهی رو پیدا بکنن برای پیوستن به حکومت بعدی و دست از حمایت اون دولت بر سر کار بردارن، و این خیلی مهمه. از این منظر که نگاه میکنیم، شخص شاهزاده، اعتبار و اقتدار اجتماعی که ایشون دارن مسیری رو باز میذاره که اتفاقا اون نیروهایی که حالا نیروهای نظامی و انتظامی که در خدمت جمهوری اسلامی هستن و بخشایش که اتفاقا مرتکب حتی جنایت شدن و بخشایی که دست به آلوده به خون ندارن بتونن، بخش که دست آلوده به خون نداره بتونه راه برای ادامه حیات خودش، برای اجرای نقشی برای ساختن ایران ببینه در ایران آینده، و حتی اون بخشی که دست آلوده به خون داره بدونه که در فردای ایران در یک سیستم قانونمند حقوقی به شکایت مردم رسیدگی خواهد شد و این شخص در برابر قانون باید پاسخگو باشه. ببینید حتی در این بخش هم خیلی مهم هستش اون تصویری که داره ارائه میشه، تصویری باشه که هم
توسط این نیروها قابل پذیرش بشه، هم به وجه جهانی داشته باشه. در مقابل اون ما میبینیم که افرادی هستن که میان با هیاهو فریادی رو میزنن برای انتقام‌جویی و غیرعذاری، که این خودش نه تنها کار براندازی رو 200 چندان سخت میکنه و همونطور که عرض کردم خدمتتون هیچ سابقه تاریخی نداره که دولتی سقوط کرده باشه، به صرف اینکه دشمن داخلی داره. ما نیاز داریم که این نیروها به ما بپیوندن. شاخصات سالهای ساله که راه رو هموار کرده و درها رو باز گذاشته. قد مسلم این فقط به این شکل انجام نخواهد پذیرفت که ما درها رو باز بذاریم و بگیم هر زمانی که شما خواستین به ما بپیوندین. خود شاخصات در این مورد توضیحات متعددی ارائه دادن و اصطلاح چوب و هویج به مراتب مورد به دفعات مورد استفاده قرار گرفته. من دیگه وارد جزئیات اون بخش نمیخوام بشم، اما میخوام بهتون بگم بخشی از اصلاح طلبان، بخش امنیتی اصلاح طلبان که اینا به خارج از کشور صادر شدن به عنوان اپوزیسیون، اینها هرگز از رژیم جدا نخواهند شد. علت چه این هستش که حیات اونها در خطره. در فردای سقوط جمهوری اسلامی این افراد قطعا محاکمه خواهند شد به عنوان عناصر نفوذی، به عنوان عناصری که در بدبختی جامعه ایرانی و امتداد و استمرار اون نقش بسیار مخربی رو بازی کردن. اما بخشهایی از افرادی هستن که همکنون در خود این سیستم این نظام در داخل هستن که من به اونها بخشهای امنیتی نمیگم، اون بخشها حتی آماده این هستن که به براندازان بپیوندن. انگیزه های اونها چه چیزایی هست اصلا یه بحث دیگه است، ولی چیزی که من میخوام اینجا عرض بکنم خدمت همراهانمون این هستش که این درها فقط توسط شاهزاده باز شده بر اساس اون اقتدار و اعتباری که وجود داره. من میکروفون میدم به میلاد. ممنونم. از اقتدار بابک ادامه میدم. اقتدار یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک فرمانپذیری در خودمون نسبت به منبع اقتدار در نظر گیریم. یعنی یک رابطه رهبری و پیروی. رهبر کسی نیستش که ما براش دست بزنیم اون فقط خودش تنهایی بره همه کارو بکنه. امامزاده که نیست، که شاهزاده است. پشتش به ملتشه. ملتش اون رو پشتیبانی میکنه تا اون اقتدار لازم در جامعه به وجود بیاد. اقتدار برای چی به وجود میخوایم اون اقتدار رو؟ هر ساختار سیاسی بر یه اقتداری نیاز داره برای اینکه فرمانپذیری نسبت به خودش به وجود بیاره. بس بر روی یه سری ارزش‌ها ساخته شده. صحبت براندازی شد. ما چی رو می‌خوایم بر بیاندازیم؟ براندازی بین گزینه‌های رژیم چنج یا تغییرات سیاسی پیچیده‌ترین و ژرف‌ترین حالتی هستش که امکان می‌افته. یعنی ارزش‌های نظام موجود برمی‌افته، ارزش‌های تازه‌ای بر سر جاش میاد، به گونه‌ای یک انقلاب صورت می‌گیره. ارزش‌های موجود چیه؟ تنبلی، دروغ، خونریزی، وحشیگری، بربریت، یعنی همه اینا رو ما می‌تونیم زیر چتر بربریت بذاریم که بعد میاد ریخت‌های دیگه‌ای پیدا می‌کنه. احمدی نژاد بازی، احمدی نژاد زن داریم، احمدی نژاد مرد داریم الان تو بودجه‌های مختلف و حقوق بازی و اینا رو می‌خوایم جلوشو بگیریم. ارزش‌های جایگزینی که پهلوی نمایندگی می‌کنه چیه؟ ایران پرستی، تمدن در برابر بربریت. پهلوی نماینده تمدن و شهریگری ایرانی، یعنی رابطه شهروند و شهریار رو زنده می‌کنه در ذهن تاریخی دولتگرای ایرانی که اینو هیچ کسی دیگه ای نداره، هیچ کسی نداره در این اپوزیسیون. و ما اگه کاری میکنیم باید این رو دامن بزنیم، کمک بکنیم به رشد این اقتدار. من چون یک دقیقه دفعه پیش زیادتر حرف زدم تا اینجا از من بس. زنده باشید. ببینین دو تا نکته خیلی مهم رو هم بابک گرامی هم میلاد گرامی اشاره کردم. ما با نیروهای خیلی سریع خواهم گفت، دفعه پیشم من این رو اشاره کردم، باز هم اشاره میکنم، نیروهای ذخیره و فعال سه ارگان بازوی اصلی، حالا به انتظامات و تشکیلات انتظامی، حالا قوه قضاییه و اینا نمیپردازم، فقط همون بازوهای اصلی نظامی رو میگم، سپاه و ارتش و پلیس رو در نظر بگیریم، با نیروهای ذخیره و فعال و خانواده اعضای خانواده اصلیشون چند میلیون ایرانی رو شامل میشه بدون تعارف. ما با نیروهای ذخیره تو هر سه ارگان حدود 1 میلیون نفر حالا هستن، عرض کردم با نیروهای ذخیره ها، بعد اینو ایراد نگیرن، بعد با خانواده هاشون، خانواده های اصلی دورتر نمیریم، میشه چند میلیون انسان. شما باید خیال این رو در فردا ایران از بابت جان و مالش
راحت بکنی و این روند فکری که شاهزاده در این مورد پیش گرفتن بسیار بسیار خیرتمندانه هست و کاملا به جاست. دیگه نیازی به توضیح نیست که آقا کسی که دستش به خون آلوده باشه، کسی که جنایتی مرتکب شده باشه در سرکوب ها در موارد مختلف، خب این باید دادگاهی بشه. اینها بدیهیات، اینا اصلا نیازی به تکرار مکررات نداره، چیزی که روشنه. اما اون روند وحشیگری که در 57 رخ داد نباید سرلوحه بگیره. ما که اینو مدام داریم میکوبیم، نباید پیرو به این تفکر باشیم که بله آقا نمیدونم آتش تو رش بود دیگه، آتش زده بودن یا سلاخی کرده بودن. اصلا دردآور، آدم نمیتونه تصاویر رو حتی دوباره تکرار بکنه و ببینه، دوباره ببینه. این یه نکته مهمه که دوستان اشاره کردن. یه نکته مهم هم در دوره گذار بحث اینه که ببینید این تفکری که شاهزاده اون رو رهبری میکنه، یک نفر که نمیتونه کار رو پیش ببره. ملت ایران خسته شدن از اینکه موش آزمایشگاهی جریان چپ باشن، از اینکه موش آزمایشگاهی امتگراها باشن. ملت ایران تاوان این رو 44 سال داد. خب به همین دلیل که یک جریان ملی، یک تفکر ملی داریم میبینیم که رهبری میکنه. و باز من تاکید میکنم برجسته ترین و شناخته شده ترین و مرده وسوخ ترین چهره این جریان ملی شاهزاده رضا پهلوی. همه چیز رو فروکاهیدن به بحث یک نفر خطاست. این جریان فکریه که شاهزاده پیشرو اونه، در رأس پیکان این جریانه. و این خیلی مهمه که در دوران گذار این تفکر ملی میخواد وضعیت رو تا ساحل امن، تا برگزاری انتخابات آزاد، تا اینکه کشور ثبات پیدا کنه به آرام ترین شکل جلو ببره. چون برای مردم مهمه آقا خب برادر و برادر کشی راه نیفته، آنارشی راه نیفته، آشوب راه نیفته، یا اگرم باشه در کمترین میزان ممکن باشه. این دوران گذر اهمیتش در این مورده که شاهزاده و اون جریان فکری که شاهزاده به عنوان پیشرو اون و نوک پیکان اون شناخته میشه، این موضوع رو به راحتی میتونه پیش ببره. سپاس وحید گرامی. قبل از اینکه به بابک برگردم، چهار تا نکته رو فهرستوار در نظر بگیریم. و اون هم اینه که جامعه ایرانی به این نتیجه رسیده که رژیم ملا قابل اصلاح نیست و افرادی که دم از اصلاحات میزنن شارلاتان‌های بیش نیستن. این نکته اول. نکته دوم، برخی افراد هوس ترقه بازی، پارتیزان بازی، خون و خونکشی، حمام و خونکشی را میندازن که جایگاه و پایگاهی در انقلاب فعلی ایران ندارد. این نکته دوم. نکته سوم، یک بخش از افراد واپسگرای خوشمغز، بنیادگرا، مسخ شده به اسم ملا. ما با این باید چیکار بکنیم؟ الان حکومت دست اینه، حکومت رو نمیخواد پس بده. 57 هویتش به عبارتی حماقت 57. ولی در اینجا میشه خیلی ساده بهش گفت به ملاها که بازی تمام شد. بازی تمام شد، کد آلمان بود. اینجا هم ما باید به ملا بگیم بازی تمام شد. و این آغاز پایان ملاست. یا خودشون به خودشون میگن روحانیت، خب مبارک باشه. ولی فرقی بین خاتمی و جنتی و منتظری و رئیسی نیست در یک چیز. همگی باورمند اون خرافات و موهومات هستن. همگی باورمند به این هستن که شما رو به سیرک اربعین حسینی، لشکرکشی سیاسی، خودکشی اشرار و اوباش دلخوش بکنن. الان در شرایط فعلی نجات ایران برای شما اهمیت باید داشته باشه، نه سیرک اربعین که هیچ سودی نداره. و این افراد باید در آینده ایران لباسها رو در بیارن، مثل مردم به کار شرافتمندانه بپردازن، وگرنه همین سلولهای سرطانی هستن در کالبد مردم جامعه ایران. من فکر میکنم این نکته‌ایه که باید فراموش نکنیم که با این قشر چی کار باید بکنیم. من فکر میکنم نسل جدید از این قشر عبور کرده، ولی به شیوهی که وحید جان بهش اشاره کرد و بابک جان، حائز اهمیته که به شیوه کدوم قانون بشه از شر این سلول سرطانی رها شد. بابک جان، ارفان جان، شما به نکته جالبی اشاره کردیم و اون مذهب گریزی جامعه ایرانی هستش. اما این مذهب گوریزی باید در یک قالب قابل قبول باشه که ما بتونیم سازندگی داشته باشیم، نمیتونیم فقط در پی تخریب باشیم. و این دوباره منو برمیگردونه به موازی که شاهزاده در طی این سالها گرفتن. یعنی در این حال که جالب، بخشی از اون برمیگرده به نهاد پادشاهی. در نهاد پادشاهی با منافع تک تک اعضای ملت ایران رو نمایندگی شده میبینیم، محفوظ شده میبینیم.
من وقتی به پادشاهی خواهان نگاه میکنم، ما طیفای پادشاهانی خواهان داریم که دین ستیز هستن، بخشی رو داریم که دین باور هستن، اتفاقا همه ادیان، بخشی رو داریم که حالا موازی تقریبا نیوترال و معتدلتری رو اتخاذ میکنن در رابطه با مذهب. شاهزاده جالبه، جدا از اینکه نهاد پادشاهی این خصوصیت رو داشته، خود شخص ایشون هم دقیقا در همون قالب ظاهر شدن به عنوان باورهایی که داشتن. یعنی در این حال که معتقد هستن یک شخص مذهب باور دارای حقوق مساوی هست در ایران آینده، یک شخص مذهب ستیز هم از همون حقوق برخوردار است. و این خیلی مهم هستش. ما یک بحثی رو میخوایم آغاز بکنیم پس از سرنگونی جمهوری اسلامی که به روی سازندگی باشیم. برای اینکه به روی سازندگی باشیم باید همه شمول باشیم. برای اینکه همه شمول باشیم باید درهای صحبت باز بشه. و این اون چیزی هستش که ایشون نمایندگی کردن. یه موضوع دیگر هم که من میخوام اشاره بکنم این هستش که ما نمیتونیم همه ساختارهای اداری رو از بین ببریم. ببینین، فکر کنم مهدی بازرگان بود، بله مهدی بازرگان بود، بعد از مدت که دوران دولت موقت و غیر روزالک بود، چند روزی گذشته بود برگشته بود گفته بودش که من هرگز نمیتونستم تصور بکنم که کشورداری کاری به این مشکلی هستش. متاسفانه بخشی از افرادی که خودشون مخالف جمهوری اسلامی ارائه میدن اصلا برداشت درستی از تحول بزرگی که در پیش روی ما هست نداره. و اون هستش که ساختارهای اداری این کشور باید حفظ بشه. یعنی از فردای سرنگونی، از اون روزی که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، کشور ما باید بتونه به حیات خودش ادامه بده. برای اینکه اون حیات بتونه ادامه پیدا بکنه، یه سری ساختارهای اجتماعی و اداری ما داریم، اونها باید حفظ بشن. ما به دنبال این هستیم که اونها رو بهبود ببخشیم، هیچ شکی نیست. ولی اینکه بتونیم بخوایم تماما اونها رو تخریب بکنیم بدون اینکه جایگزینی برای اونها داشته باشیم، عملی هستش که بر علیه منافع ملی ما هست. و مجددا عرض می‌کنم وقتی از این منظر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که شاهزاده یک تصویر بسیار روشن از ایران فردا رو ارائه دادن. یعنی من ایرانی میدونم دقیقاً در فردای جمهوری اسلامی به رهبری ایشون، حالا چه در دوران گذار باشه چه پس از انتخابات ملی ما باشه، میدونیم که چه ایرانی در انتظار ما هست و نقش من ایرانی در اون چه خواهد بود. من میکروفون میدم به میلاد گرامی. سپاسگزارم، چه حرفای خوبی یکی پس از دیگری میادش. اگه برگردیم دوباره به تیتر برنامه که چرا پهلوی رهبر انقلاب ملی، به خاطر اینکه انقلاب ملی نه اصلاح طلبی چپی، نه اصلاح طلبی اسلامیستی، نه بازی های احمدی نژادی، نه میرحسین بازی، نه سبز بازی، نه هیچ کدوم این بازی های نمایشی وقت تلف کن پوپولیستی یا عوام فریب یا حق بازانه نیستش، بلکه انقلاب ملیه. ما پس از نزدیک نیم قرن دوباره میخوایم برگردیم به ملیتمون و هیچ کدوم از جریان هایی که از دل جمهوری اسلامی در اومدن نمیتونند ذاتن طرفدار ملی‌گرایی باشن، طرفدار کشور ایران باشن، به خاطر اینکه شما نمیتونید نظام باورهات و اون بلیف سیستمت رو به این راحتی عوض بکنید. مثلا امروز بگی آقا من این امام رو قبول ندارم، مثل این بعضی این کسانی که از این روز به اون روز مذهبشون رو عوض میکنن، دیروز مسلمان فردا مسیحی هم پس فردا شده هیچ ضروری جمهوریت، اینا اون بلیف سیستمشون همون مغز قدیمی سنتی هستش که شیوه شناخت و نگاه اونها رو به دنیا توضیح میده. بنابراین یه ویژگی که اسلامیست ها یا کلا همه کلکتیویست ها، چه خلقی، پپی، طبقه‌ای، امتی، همه اینها دارن، نگاه گله‌وارانه به جامعه انسانیه. یعنی شخصیت هر ایرانی رو به عنوان یک فرد کامل دارای حقوق واقعا نمی‌بینه. حرفشو میزنن ها، ولی در پندار کلکتیویست چون این چیزی وجود نداره. وقتی میگه همه با هم، مثل نگاه مجاهدا، نگاه اصلاح طلبا، نگاه کمونیست، نه، نگاه از این جهت همه شبیه همن، همه نگاه کلکتیویستی دارن و فرد رو هویت و شخصیت و ارجمندی و کرامت انسانی یک فرد رو کانون نگاهش رو نمیگیرن، بلکه ابزاری برای به بردگی گرفتن و به گروگان گرفتن اون هویت برای رسیدن به خواسته‌های خودشون می‌بینن. برای همین شما نگاه بکنید که شیوهی
که شاهزاده رضا پهلوی با جامعه ارتباط برقرار میکنه چجوریه، بهش میگن شیوه سرمایه اجتماعی پل، یعنی میان بخش‌های گوناگون جامعه شروع میکنه پل میزنه، همه با هم دیگه حرف میزنن با استدلال، با اینکه ما چگونه سودبری همسان ملی داریم از یک کنش نیروی اجتماعی خودش رو جذب میکنه، در حالی که ذهن کلکتیویست، ذهن گله گرا که انسان رو به شکل گله میبینه، نگاه بکنید یکی اومده زنان رو هویتشون رو گروگان گرفته، یکی میاد نمیدونم جانباختگان و قربانیان رو که آقا من مثلا زنم کشته شد، شما هم همه اونایی که کشته شده ها اونا بیان، یعنی یه هویتی رو میسازه بعد گروگان میگیره بعد میگه که حالا من رهبر شما، یا میاد یه هویت قومی زبانی تعریف میکنه، یه فرهنگ دیگه، یه فرهنگ مردم اینجا نشستم برای خودم یه فرهنگی دارم، یکی میاد فرهنگ منو گروگان میگیره میگه فرهنگ میلاد رهبرش منم. چرا این ویژگی؟ حرف از دموکراسی هم که شبانه روز رهاشون نمیکنه، ولی دموکراسی اونا دموکراسی دی دی آره، دموکراسی دویچه ریپابلیک آلمان شرقیه، دموکراسی کره شمالیه، دموکراسی مردم سالاریه خاتمی و اینهاست. اینا فرق دموکراسی فردگرا یا اون مدل پهلوی که بر پایه حکومت مشروطه که هر فرد ایرانی رو دارای ارج و کرامت میدونست و ایرانی در جهان به خودش میبالید، پاسپورتش رو سر هر مرزبانی میگذاشت سرش رو بالا میگرفت، لذت میبرد از این که اون طرف چجوری نگاه میکنه، همه اینا رو ما آسون به دست نیوردیم و شاید نگیم ولی توی ذهنمون اون هست. از من بس و خدمت شما. زنده باشیم. ببینید دو تا نکته باز دوباره خیلی مهم رو هم بابک گرامی هم میلاد گرامی اشاره کردن. تو بحث اینکه پادشاه پناهگاه آخر بوده در طول تاریخ ما، این خیلی بحث روشن و واضحیه. ما قبل از بحث دادگستری نوین که رضا شاه بزرگ پایه‌گذار اون بود، مدام میبینیم مثلا در دوره ناصرالدین شاه میبینیم که زرتشتیان یزد به مثلا ناصرالدین شاه پناه بردن، در دوره شاه عباس، در دوره شاه اسماعیل. این کیفیت گذاری نیست، ارزش گذاری نیست، خوب بوده مراجعه کردن جواب گرفتن یا نه، اون پناهگاه آخر، اون نقطه آخر که شاه در نگاه ایرانی، در فرهنگ ایرانی باید شاه همه ملت باشه رو دارم مثال میزنم. ناصرالدین شاه یک شیعه متعصب به قول میگم بمانند فتحعلی شاه، اما باز اون زرتشتی یزدی به اون داره پناه میبره. چرا؟ چون اون نگاه در ذهن ایرانی وجود داره، جا افتاده که شاه برای همه ملت ایران، به همین دلیل پناه میبره. حالا برای سر موضوعی در ادامه بس که من میخوام بهش اشاره بکنم، همون نگاهی که ببینید شاهزاده رضا پهلوی اون فرهنگ کهن ایرانی رو به واسطه فرزند محمد رضا شاه بودن و نوه رضا شاه بودن داره نمایندگی میکنه. تو فرهنگ کهن ما چیه؟ اینها تاریخ صفر نیستن بزرگواران. داد و خیرت دارش بزرگ در وصیت نامش که بر سردر قبرش آرامگاهش نقش بسته میگه که خب سپاسگزاری میکنه اهورامزدا رو، میگه شجاعت و خرد رو در من نهادینه کرد، نمیگه زور، نمیگه گردن کلوف، نمیگه ارتش قدرتمند، نمیگه وسعت سرزمین هایی که تصرف کردم، شجاعت و خرد. و در مورد جایگاه داد در مفهوم قانون هم که بارهای بار در ما ایران کهن دیدیم، رواداری، اینها همه مؤلفه های فرهنگ کهن ماست، آیین شهریاری ماست. رواداری با مردم، خرد، داد، بعد راستگویی، سه تا چیز رو داریوش بزرگ میگه که آقا از سرزمین من دور باشه، خوش‌داری و دشمن و دروغگویی، اینها همه مواردی هستن که فرهنگ ایرانی داره و میبینیم که در دوره رضاشاه قباروبی میشه، وارد جامعه دوباره میشه، به ما دوباره عرضه میشه. پیشتر نخبه ها بیشتر اینا رو میشنیدن، میخوندن، از کتاب ها در میآوردن، اما پس از دوره رضاشاه اینها به عنوان ارزش های مترقی ایران باستان توسط بزرگان چون فروغی قباروبی میشه. جدید نیستن، کشف جدید نیستن، قباروبی میشه، نظامن میشه و به مردم ارائه میشه که در دوره کهن چی بودی. و شاهزاده رضا پهلوی میتونه
دقیقا در همون راستا، یعنی میتونیم دقیقا در همون راستایشون رو ببینیم که نمایندگی میکنه اون اندیشه رو. به همین دلیله که میتونه جهان شمول باشه از نگاه کلی برای ملت ایران، میتونه نقش پدرانه داشته باشه. به این نقش پدرانه من خیلی تاکید دارم، جدا از اینکه مذهبی است نیست، جمهوری خواه نیست، اصلا جدا کلیمی یهودی هر چیه، این نگاه پدرانه میتونه به درد ما در دوره گذار و پس از انتخاب ملت ایران اگر سامانه پادشاهی باشه بسیار بسیار میتونه برای ما ارزشمند باشه، که با کلام پایانی که با تمام اصول انسانی و پذیرفته شده، حالا هر شکلی منشور حقوق بشر باشه هر شکلی ببینیم، با اون کاملا منطبقه. اصلا نگاه کهن ما، فرهنگ کهن ما با تمام مفاهیم انسانی نوین کاملا منطبقه و ما افتخار میکنیم که اصلا پایه‌گذارشون از دوره کورش بزرگ. سپاس فرید جان. ببینید در کیهان سیاسی فعلی ما کسی که مردم قبولش بکنن، خب خیلی ساده سوال بکنیم کی هست اونی که مثلا دارای این احترام باشه. شما دیروز در تلویزیون من و تو برخورد مردم رو ببینید، بسیاری از دوستان که چهرهای آکادمیکن یا حتی چهرهای نظامی هم در امریکا یا انگلستان فعالیت دارن به من گفتن که گریهشون گرفته. حالا یه چهره نظامی مثلا خیلی براش احساسات شاید مثلا چیز نباشه، ولی واقعا گریهش گرفته یا بغض کرده به قول خودشون. علتش اینه که تعداد قابل ملاحظه ای از مردم جامعه ایران میشناسن، علاوه بر اینکه میشناسن مقایسه میکنن. شما ذهن قیاسگر و ذهن پردازشگر و عقل نقاد جامعه رو نمیتونی تعطیل بکنی، با هیچ اسلحه ای نمیشه عقل نقاد رو تعطیل کرد. چرا؟ چون جامعه نقد میکنه، بررسی میکنه، کاوش میکنه، ببیشه نسل جدید. کمال مطلوب اگر نیست شاهزاده، خب بشر دوپاست، انسانه، نمیتونیم بگیم کمال مطلوب. اما در صحنه واقعیت حقیقت مسلم که امکان پذیر هست لاقل ایشونه. حالا اون باب فلسفی که دنبال آرمان شهر و کمال مطلوب هستن فکر نمیکنم در بشر دوپا پیدا بشه، ولی حالا اون چیزی که ما در صحنه داریم از نظر امکان پذیری ایشون هست. در داخل هم رژیم نمیذاره کسی قد علم بکنه. اینی که بعضی آدرس غلط میدن به سوی زندان ها، اینی که بعضی آدرس غلط میدن به باند رفسنجانی و خاتمی و غیره، این غلطه. چون در داخل رژیم اجازه نمیده که کسی جایگزین اون مختصاتی باشه که وجیه المله باشه. و مردم در خارج از کشور هم متوجه شدن که خب یک دونه نماد بیشتر ندارن به قول وحید جان، که این نماد نماد هویت ایرانی است. و خب مردم فکر میکنن که حالا در دوران گذار ما به یک نفر نیاز داریم و بعد در صندوق رأی بازم ما تعیین میکنیم که چه اتفاقی میفته، این رأی مردم. و اینکه سکان کشتی در حال غرق رو دست چه کسی بسپاریم تصمیم تاریخیه، بعدن تاریخ درباره این ملت و درباره تصمیمشون خواهد نوشت. اگر برای مردم اهمیت داره که تاریخ چه بنویسه درباره این ملت یه بحث دیگه است، اگر هم اهمیت نداره اون یه بحث دیگه است. ولی قبل از بابک برگردم، وحید جان اسم فتحعلی‌شاه رو آورد، فکر کنم فتحعلی‌شاه 37 سال حکمرانی کرد و خامنه‌ای کم کم 34 سال، یه 3 سال دیگه میشه فتحعلی‌شاه دوم. بابک جان، عرفان جان امیدوارم که این اتفاق نیفته. نه من مثال زدم چون واقعا توی تاریخ 520 سال اخیر 34 ساله و 37 ساله، 37 ساله فتحعلی‌شاه داشتیم، 34 ساله سید علی داشتیم دیگه، اگر اشتباه میکنم ناصرالدین شاه از همشون بیشتره، ناصرالدین شاه و شاه طهماسب پس از نه از بیشتر منظورم نبود، رو کلمه سی و اندی منظورم بود که 37 فتحعلی‌شاه بود، 34 سید علی بود. بابک خدمت شما عرض کنم که یه موضوع جالبی رو شما اشاره کردی عرفان جان، و اون دیروز بود و اون استقبالی که از شاهزاده و همسر ایشون شد در برابر تلویزیون من و تو. من یاد یه موضوع انداخت. ببینید هوش انواع مختلفی داره، حالا مکاتب مختلف هستن، یه مکتب میگه ما 9 مدل متفاوت هوش داریم، ولی یک مورد خاصی که من میخوام اشاره بکنم در رابطه با هوش یک رهبر سیاسی، میگن 4 تا قدم از نوع هوش هست که خیلی مهم هستن. یکی ازش هوش احساسی هست، یکی از هوش اخلاقی هست، هوش اجتماعی هست و هوش معنوی. در رابطه با هوش احساسی میخوام یه اشاره بکنم. ببینید نه تنها دیروز، من هر بار که ایشون رو دیدم وقتی که مردم به ایشون ابراز علاقه میکنن
اولا که ایشون چگونه اون احساسات مردم رو متقابلا پاسخگو هستن، ولی نکته که خیلی مهم هستش این هستش که ایشون هرگز اجازه ندادن این احساس برایشون غلبه بکنه که ایشون در یک جایگاهی قرار دارن که اون جایگاه فراتر از هر یک نیروی انسانی است. این افتادگی در رفتار بنگر هوش احساسی یک رهبر هست. ببین اصلا کاری نداره میشه شاهزاده هستن، اصلا کاری نداره میشه فرزند محمد رضا شاه پهلوی، نوه رضا شاه بزرگ هستن، اصلا به این وضعی کاری ندارم که نمایندگی نهاد پرقدمت پادشاهی ایران رو در عهده دارم. بس این است که به عنوان یک شخصیت، شخصی که در اون شرایط به دفعات من خودم از نزدیک دیدم، در تلویزیون دیدیم، همه ما شاهد بودیم، چون همیشه یک افتادگی خاصی بر خودشون نشون دادن. حتی وقتی که تلفن های از ایران می اومد، وقتی داشتن با ایشون در برنامه امید مصاحبه می کردن، شما شاهد بودین ایشون همیشه اون حالت رو حفظ کردن. یعنی اینکه کنترل احساسی داشته باشن برای یک رهبر خیلی موضوع مهمی هستش. هوش اجتماعی این هستش که شما بپذیرین به عنوان یک رهبر که این جامعه از اعضا و بخش های متفاوتی تشکیل شده و هر کدوم از این بخش ها لزوما با شما همسو نیستن و شما اینکه بتونید این رو درک بکنید و بپذیرین که به جامعه متکثری روبرو هستید که ایشون به کرات این نوع هوش رو از خودشون نشون دادن. هوش اخلاقی اون هوشی هستش که میپذیره و خودش رو کنترل میکنه و این خصوصیت یک رهبر بزرگه که این اجازه نمیده به خودش خواسته های خودش باعث این بشه که چشماشو ببنده بر خواسته هایی که در خواسته های متفاوتی در درون اجتماع وجود داره، چه خواسته های اجتماعی، سیاسی و غیر اوزاری. جالب اینجاست که همه این خصوصیات در محمد رضا شاه پهلوی هم دیده میشه، به وضوح دیده میشه. و بعد هوش معنوی و این هستش که یک رهبر بتونه انتخاب خوبی داشته باشه در آینده برای اون چیزی که همکنون حاکم هست. از این منظر که نگاه میکنیم، من به یکی از دستاوردهایشون اشاره میکنم. به مثال 2018 وقتی که ققنوس شروع به کار کرد، در همون مقطع افرادی بودن که انتقاد کردن، افرادی بودن که طی این چند ساله پروژه ققنوس رو مورد تمسخر قرار دادن و مرتبا گفتن دستاوردش چه بود. دستاوردهاش رو فردای سرنگونی جمهوری اسلامی ما خواهیم دید. به اینکه ایشون این رو دیدن و همه اون اعضای همکاری دارن و زحماتشون رو دارن، امیدوارم همه این ها به اون نتیجه که ما به دنبالش هستیم برسه. اما مهم این هستش که یک رهبر شخص ایشون تونستن اون آیندهی رو که هنوز نیومده رو بتونن تصور بکنن به در مقابل اون حقیقت تلخ که حاکم هست. میلا جان برمیگردم بشیم. ممنونم. تا اینجا خیلی سپاسگزارم از عرفان گرامی، وحید و بابک که دستان گفتگوها اونقدر با ریتم خوب و قشنگ داره پیش میره و پر از اطلاعات. یه نکته‌ای هست در مورد اینکه ما وقتی برگردیم به قضیه رهبری، خیلی ها متوجه نمیشه که ما وقتی راجع به رهبری سیاسی داریم حرف میزنیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. من چند روز پیش با یه سری دوستانی گفتگو میکردم تو جمعی و یه سری بچه‌ای از ایران هم بودن و گالی کسایی بوده این وسط هم اومدن گفتن که آره ما میتونیم که اصلا چرا با رهبری باشه کشور رو بیان فارغ التحصیلان شریف بگردونن. و من همینجوری خواجه باش بوندم بودم یه نگاهی به اسم اون دانشگاه شریف بندازید ببینید دانشگاه به اسم کیه و آیا اونایی که میخواستن کشور رو بگردونن تونستن یا نه. این یک مقداری نهیلیست بازی در آوردن، آنارشیست بازی در آوردن، اینا خیلی آسیب میزنه به یک ساخت اجتماعی ستبر قدرتمند. و اینکه نفهمیدن این که فارغ التحصیل شریف هر کدوم از ما به هر حال یه کاری داریم می‌کنیم دیگه، یه تکنوکرات ممکنه باشیم، یه صنعتگریم، پیشه‌وریم، یه کاری هستیم، این ما ساخت سیاسی یا پالیتی رو به وجود نمیاریم. ما کسانی هستیم که قوام اون سیستم، ما یعنی همه ملت ایران دیگه، همه کسایی که بر ما کار میکنیم دیگه. و اون تکنوکرات ها، اون بخش دیوان سالاری کارش قوامه، کارش برنامه ریزیه، نقشه کشیدنه، هماهنگ کردنه، داکیومنت کردنه و همه این کارهایی که هر ساختار نئووبرین سازماندهی نیاز داره که انجام بشه. و بر اساس تئوری های تازه ساختار
ساختارسازی در جامعه، شما اصلا دفتر دستک که درست بکنین باعث ریخت دادن به یک نظام کهتری مهتری و سازمانیابی میشه. این بله این ساختمان حکومته، مسئله ما با جمهوری اسلامی خود حاکمیته، یعنی این ساختمان حکومت، این پالیجی ما بر چه ارزش های استواره، روی چی سواره، اصلا حق حکومت از کجا میاد؟ خود تو جمهوری اسلامی حق از الله میاد، تو نظام فارغ التحصیلان شریف حق از کجا میاد؟ میبینی این اینجور حرف زدن هم که خیلی ساده باشه، ولی اگه نگاه بکنیم به مدل مدرن رهبری اجتماعی که ما به عنوان پیروان از چه چیزی پیروی میکنیم؟ ما از اخلاقیات پیروی میکنیم. یعنی شاهزاده که اونجا یه دفتر دستی نداره صبح تا غروب همه ما ملت ایران نامه بزنه یا یه بخشنامه‌ای بده که امروز این کارو بکنید، تو که فلان کوچه بیاید، فلان خیابون رو ببندید، یعنی این کار رهبر اجتماعی نمیکنه. رهبر اجتماعی مثل گاندی یه نظام اخلاقی تولید میکنه. اون نظام اخلاقی که در ایران همونطور که بعیدم اشاره کردش یک دولتگرایی سنتی ساختاریافته از زمان کوروش رو ما داریم که ذهن ایرانی توی اونه و نظام شهریگری شهروند شاه رو، شهروند شهریار رو با خودش داره. این نظام هستش که ریخت میده. کوروش از اونجایی که نشسته بود که دونه دونه بالا سر همه وای نسته بود که تو این کارو بکن تو اون کارو بکن، بلکه یک نظام اخلاقی به وجود میاره که اصلا خودش بر اساس اون نظام اخلاقی نیک و بدی که وجود داشتش و فهمی که از سازندگی در جهان داشت میتونه اون امپراتوری زیبا با اون ارزش‌های مدرن انسانی رو به وجود بیاره. و الان همین جوریه، یعنی شاهزاده داره نمایندگی میکنه ارزش‌هایی رو. خمینی هم ارزش هایی رو نمایندگی میکرد، بقیه رهبران خودخوانده هم ارزش هایی رو نمایندگی میکرد، منتها ارزش های اونها به کشتار و جنایت و سوزوندن و قتل های خودسرانه و مثلا خمینی که دونه دونه نمیرفت به این اراذل و اوباش چاقوکشان و گردنکشانش بگه که مثلا اینو بکشید دست اونو ببرید اینو آتیش بزنید. اون یه نظام اخلاقی رو گسترانده بود، نظام اخلاقی مبارزه که از دل اون مکتب بربریتی که اون ازش اومده بود میومد، که توی اون کسانی که ایمان دارن یا پیروان اون میپذیرفتن که بله اینجا سوزوندن یه کافر چیز ثوابه، بزن بکش، نابود کن، خون بریز، دست ببر، قطع کن، گردن بزن. و بعد اون جنایت هایی که حکومتی که بر اساس اون ارزش ها ساخته شد رو دیدیم که چه بلایی آورده. و بنابراین صحبت از نظام ارزش ها، ما پیروان ارزش ها و اخلاقیات رو پی بگیریم. از من بس. دو دقیقه جریمه وای جان. ببینید در ادامه صحبت‌های میلاد گرامی من باید به این نکته اشاره بکنم که دقیقاً دست روی نکته بسیار بسیار مهم میگذاشتن. این اون اندیشه و تفکر و جهانبینی پیشرانه هست که تعیین کننده مناسبات اجتماعی میشه در طول دولت. هیچ کدام، دقت بفرمایید، هیچ کدام از صاحب منصبان دوره رضاشاه بزرگ زاده به قول میگن یک شبه همون لحظه دوران رضاشاه نبودن، از خارج هم نیومده بودن. داور دوره قاجار هم بود، اون موقع آدم سرشناسی هم بود، فروغی، تیمورتاش، اصلا همشون بدون استثناء، حالا نمیخوام دونه دونه نام ببرم، بدون استثناء جایگاهی در دوره قاجار داشتن، صاحب منصب بودن. اما چرا کاری از پیش نمی بردن؟ چون اون اندیشه پیشرانه یه چیز دیگه بود، یه باور دیگه ای داشت، یه جهانبینی دیگه ای داشت. این هنر رضاشاه بود. فرق اینجاست، مثلا زنده یاد، مثالی از زنده یاد رشدیه میزنم، رشدیه تبریزی 10 تا مدرسه درست کرد، پدر آموزش نوینه، دینامیت انداختن تو مدرسهش، پاش گلوله خورد، دستشو شیکوندن، از قم روندنش، از تهران روندنش، از مشهد روندنش، از تبریز روندنش. چرا؟ چون مدرسه داشت میساخت، آموزش نوین رو آورده بود تو ایران. این آدم نفس راحتش دوره رضا شاه بود. مگه رشدی قبلا نبود؟ بود. چیکار باش میکردن؟ آخوند تحریک میکرد برن تو مدرسهش دینامیت بندازن. این نظام فکری که عوض شد، اون پیشانه که عوض شد، باعث شد که کشور رو قلب بیفته با همون نفرات. این تکنوکرات دانشگاه شریف میتونه کمک حال باشه، اما باید اول اون نظام فکری عوض بشه تا این بتونه به درد بخوره فردا مهاجرت نکنه. یه آشنایی داشتیم فامیل دور، این رو هم بگم کوتاه، سال 98 این نفر اول المپیاد ریاضی جهانی شد، شاید هم سالش رو دقیق
نمیدونم. به هر حال شریف درسش رو خوند، برای استخدام یه جای بود کراوات زده بود رفته بود، یادم را همچین حالش رو گرفته بودن که این چه وضعیه، مثلا با چه تیپیه که اومدی. بعد اصلا اومد و ول کرد و اومد آمریکا و بسیار بسیار هم موفق شد و این نظام فکری اون دانشجو و اون نخبه هم میرونه. پس این نظام فکریه که تعیین کننده همه چیزه. و کلام پایانی در این بخش، مردم خسته هستن از موش آزمایشگاهی شدن. این رو چرا تکرار میکنم؟ چون واقعا اینجوریه. نه دنبال اندیشه بکنیم گن یک ساختار فکری چپی هستن، نه دنبال ساختار فکری امتگرا هستن که 44 سال اصطلاحا نتیجهش رو دیدن، دنبال یک ساختار فکری وحشتناک ایرانگرا هستن. یعنی این رو با گوشت و پوست آدم داره لمس میکنه و چون تجربه روشن 3000 ساله شاهنشاهی داره و همین دلیل میخواد برگرده به اون چیزی که داشته. چرا باید دوباره مثلا بره دنبال یک ساختار فکری مثلا خوب وطنخواه، مثلا از نوع جمهوری فرانسه. جمهوری فرانسه خب ساختار فکری تو فرانسه به شدت ملیگرا برای فرانسوی ها هست دیگه. اصل اول همون سردر قانون اساسیشونه فرانسه غیر قابل تجزیه است. در مورد زبان فرانسوی چقدر اینها تاکید دارن، چه کارها که نکردن برای گسترشش. ملت اقبالش به پهلوی بعد از یک وقفه چند دهه‌ای از این روی که آقا یه تجربه‌ای بوده، موفق بوده و با تمام هر انتقادی که میتونیم داشته باشیم یه تجربه‌ای بوده که موفق بوده و به همین دلیل علاقمند هستن اون تجربه رو با مفاهیم نوین در هم بیامیزن و ادامه بدن. یعنی یه چیزی که داریم و نباید من این کلام پایانی عرفانی گرامی، ما چرا باید از زبان فارسی بگذاریم؟ چرا باید از نوروز بگذاریم؟ نمیگذاریم چون بخشی از فرهنگ ماست. خب چرا باید از پادشاهی بگذاریم که 3000 سال بخشی از فرهنگ ماست؟ پادشاهی خود بخشی از مهم، یکی از ارکان اصلی فرهنگ و هویت ایرانی. چرا باید از این بگذاریم؟ هیچ اصطلاحا جمهوری نمیتونه بیاد اینو توضیح بده به خاطر یک وقفه 44 ساله. چیز خنده‌داریه 44 سالی که تو هم بود با نکبت و نابودی و سیاهی. تمام از من ممنون. بعد از یک سال تأثیر و نتایج تظاهرات و جنبش رو کم کم جامعه ایران داره احساس میکنه. متدرجن رژیم ذات اصلی خودش رو در این 12 ماه به طور علنی به جهان نشون داد و کمک شبکه‌های اجتماعی نسل جدید ثابت کردن که جامعه ایران در تاریکی نیست و یک نظام فکری که وحید جان گفت اینه که به سمت آزادی و دموکراسی بره. شرایط فعلی الان این هفته‌ای که داریم توش هستیم آرامش قبل از طوفان. کسی نمیدونه که کنترل از دست خارج میشه یا نه، هیچ کسی فکر نمی‌کنه بتونه اینو پیش بینی بکنه. ولی هرچی هست رژیم نه محبوبیت داره نه مشروعیت داره نه مقبولیت داره. این خودش مهمترین دستاورد یک سال اخیر. و در اینجا هم سید علی حال و روزش بکنم بدتر از همه افراد هست و اینه که سرنوشت این کشتی سرگردان به کجا خواهد رسید. امیدوارم جامعه تصمیم درستش رو با تنها فرصت تاریخی که داره ادامه بده. هر روز تاریخ به ما شهریار نمیده، این یک فرصت تاریخیه و ما با یک شهریار 63 ساله روبرو هستیم. امیدوارم که مردم عزم جزمشون رو داشته باشن. دوستان 3 دقیقه وقت باقی مونده، هر کدومتون 1 دقیقه کلام پایانی با بچه. یه عزیز زیر توییتر من نوشته بودش که اینطوری نباشه که مثل دفعه پیش به آقای وحید بهمن زمان کمتری بدن. بنابراین 1 دقیقه‌مو میدم به وحید گرامی تا این دوستی که از من حمایت میکرد حمایتشون رو ادامه بدن و از من رنجیده نباشن. وحید جان 1 دقیقه من متعلق به شماست. وحید جان 2 دقیقه برو زنده با تبریز بفرمایید. زنده باشیم. خیلی ممنونم از شما بابک جان و اون دوست گرامی که هوای منو داشت. من فقط تاکید میکنم که فرصت بسیار بسیار تاریخی. ما در یک گذرگاهی هستیم که واقعا بحث نابودی و بقای کشور جدا از اون تفکر، من خیلی به این موضوع تاکید دارم، میتونین شما پادشاهی خواه باشین، میتونین حتی جمهوری خواه باشین، اما اگر دل در گره ایران دارین دوستان، اگر قلبتون برای آینده ایران میتپه، نگران ایران هستین، این رو بدونین که اینجا فقط همصدایی در کنار شاهزاده بودن میتونه کمک حال ما باشه. این مرد بارهای بار تاکید کرده به صندوق رای، تنها آدمیه که تو 44 سال گذشته صندوق رای از زبان
خودش نیفتاده، نه مثل منشور نویسان کذایی آورد اونجا که آقا حکومت باید غیر متمرکز باشه. بله امضای شاهزاده هم زیرش بود، اما خب خود ماها از اول از همه اومد میگفتیم که آقا این نادرسته. چرا؟ چون اومد گفت که حکومت باید غیر متمرکز باشه. کسی غلط میکنه از الان برای ملت ایران تعیین تکلیف کنه که حکومت میخواد متمرکز باشه یا غیر متمرکز. این هم باز از اختیارات ملت ایران. اومدن تو اون ماده زیرکانه گنجاندن که تمام مناسب باید انتخابی باشه که پادشاهی رو حذف کنند. باز هم این هم امکان نداره. اینها همه از حیطه اختیارات ملت ایرانه. تنها کسی که بارهای بار با وجود اینکه هنوز وراثت قانونیش روانه، چون نه پدرشون استعفا دادن نه خودشون، یعنی ایشون این حق قانونی رو دارن همچنان و میتونن بهش استناد بکنن، اما همچنان تو این 44 سال مدام بر صندوق رای تاکید کرده. خب دیگه آدم چی میخواد دیگه؟ باید پشتیبانی کنیم که این مرحله رو بگذرونیم. ما نیاز داریم به راهبر و پیشرانه، مطمئن باشین نیاز داریم. رهبر منم، رهبر توی اینها پرت و پلاهای بیش نیستن. نه من رهبرم نه شما رهبری خانم علی نشد، شما یه خبرنگار دست چندمی، همینو بس که یه سری رسانه‌های زرد میخوان پروموتتون کنن. در همین حد برو فاند تو بگیر، اگر مشکل پیدا کردی نتونستی فاند تو بگیری یه اشاره بکنی، ما هر کدوم پادشاهی خواه وطن خواه یه دلار بریزی ماهی صدها هزار دلار میاد تو حسابت که بتونی زندگی تو بگذرنی با کامریز جونت. خب تا دعوای سنندج و تبریز رو نیفتاده دوستان عزیز من خداحافظی بکنم تا هفته دیگه و دوستان عزیز دیگه که تو برنامه ما باشن. پاینده ایران. و میلا جان ببخشید دیگه فکر کنم الان 30 ثانیه هم کمتر به دیگه سه بزنیم یه دقیقه هم زود شروع کردیم. پاینده ایران، بدرود، تا هفته دیگه با دوستان دیگه.